وزارت اوقاف مصر از بازداشت و بازجویی از شماری از امامان جمعه و علمای الازهر مصر که به عراق سفر کرده بودند خبر داد. سباه عباده مشاور وزارت اوقاف مصر در اظهاراتی گفت بازجویی و تحقیقات از نشعت زاره امام جمعه ارشد وزارت اوقاف مصر به دلیل سفر بدون مجوز به عراق در حال انجام است. عباده افزود که زاره به همراه گروه از امامان جمعه وابسته به وزارت اوقاف با مدارکی به عراق سفر کرده است که وابستگی وی به این وزارتخانه را نشان می‌دهد. عباده خاطر نشان کرد سفر شیخ نشعت زاره به عراق شخصی بود و او به همراه همه که مبلغانی که همراهش به عراق رفته بودند از کار تعلیق شدند زیرا آنها نماینده این وزارتخانه مصری هستند و میبایست پیش از سفر به عراق از این وزارتخانه مجوز میگرفتند. مشاور وزارت اوقاف مصر اعلام کرد که هر فردی که قصد سفر به خارج از کشور را دارد باید از محل کار خود مجوز رسمی داشته باشد وی تاکید کرد که امنیت ملی خط قرمز است و مقررات خاصی برای حضور امامان جمعه در کنفرانس های خارجی و یا داخلی وجود دارد و آن دسته از مبلغان و ائمه جمعه که به عراق سفر کردند به قوانین وزارت اوقاف اهمیت ندادند این مقام وزارت اوقاف مصر در پایان گفت که آنان با دلیل سفر بدون مجوز به عراق قوانین وزارت اوقاف را زیر پا گذاشتند و این مدعی شد که در زمینه همگرایی میان مذاهب هیچ اختلاف نظری وجود ندارد اما این موضوع به گفته او مقررات خاص خود را دارد عباده درباره مقررات خاص و نوع همگرایی مذهبی مورد ادعای خودش هیچ توضیح ارائه نکرد. گفتنی هیئت یاد شده متشکل از مبلغان و امامان جماعت وابسته به وزارت اوقاف و دانشگاه الازهر مصر طی سفر به عراق تنها به زیارت عطبات آلیات رفته بودند.